گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هست آیین من است. من چرا گرد جهان گردم چو دوست، در میان جان شیرین من است. شمس تبریزی که فخر اولیاست، سینه دندانهاش یاسین من است. همراهان عزیز دیدار جان سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. اول این برنامه یه موضوع خیلی مهمی رو لازم میدونم که بهتون بگم و اون اینه که همیشه هر چیزی از هر کسی که میشنوین رو سریع باور نکنید. لطفاً وقت بذارید، برید و در موردش تحقیق بکنید، از سایت های معتبر مطلب بخونید، سوال بپرسید و وقتی کاملاً مطمئن شدیم قبولش بکنید. مطالب این برنامه یکمی متفاوت تره و نیاز به تحقیق بیشتری دارن. من نمیخوام که هر چی که میگم رو در جا باور بکنید. این مطالب باور کردنی نیستن، تجربه کردنی هستن و باید خودتون تمرینشون بکنید، تجربهشون بکنید تا بهش برسید و قبولش بکنید. امروز میخوایم بیشتر با فضای عدم آشنا بشیم و بیشتر اون گیج شدن بین من کاذب و خود واقعی رو متوجه بشیم. فضای عدم وقتی شناخته میشه، تحولی توی زندگی شما ایجاد میشه. این فضا اصل وجود ماست که در زیر لایه‌های زیرین افکار ما پنهان شده. فضایی که انسان‌ها به ندرت میشناسنش و چون نمیشناسنش و آگاهی دربارش ندارن، از زندگی فقط اون قسمت درد بهشون میرسه. عدم یعنی نیستی، بیخودی، فقدان، فنا و متضادش میشه وجود یا هستی. برای فهمیدن عدم بهتر اول وجود و هستی رو بفهمیم. بعد هر چیزی غیر از هست و وجود باقی میمونه اون میشه نیستی یا عدم. وجود یا هستی یعنی فرم‌ها، شکل‌ها و رنگ‌ها که با پنج حس انسانی قابل دیدن هستن، یا میشه اونها رو لمسشون کرد، اونها رو بو کرد، چشید مثل طعم غذاها و یا با گوش شنید مثل انواع صداها. وجود یعنی زمان و مکان، یعنی گذشته و آینده. اینها بهش میگن وجود. فکر بخشی از حافظه است که اگه حافظه نبود ما نمیتونستیم فکر بکنیم. خاطره از تجربه به وجود میاد. به عنوان مثال شما چند سال قبل به کلاس نقاشی رفتین، آبرنگ و مداد و کاغذ بیخط خریدین و معلم نقاشیتون بهتون یاد داده که مثلا چطوری با ایجاد چند تا خط صاف و مورب یا شکسته یا خمیده یه درخت بکشین، درسته؟ یعنی خودتون اون مداد رو دستتون گرفتین، خطا رو کشیدین و یک درختی روی کاغذتون ایجاد کردین. اینو خودتون تجربه کردین. الان شما یه دانشی رو از نقاشی کردن که همون تجربه یه نقاشیه به دست آوردین. پس تجربه، دانش، حافظه و بازتاب به خاطره همشون میشن فکر و کل این فرایند میشن دانش ما از یک چیز. اینا رو این گوشه از ذهنتون نگه داشته باشید. حالا سوال اینه که آیا تجربه چیزی متفاوت از تجربه کننده است؟ یا بهتر اینطوری بگم که آیا تجربه کننده ای هست که چیزی رو تجربه میکنه؟ جواب نه هست. یعنی هم تجربه و هم تجربه کننده یکی هستن. همونطور که مشاهده کننده و مشاهده شونده یکی هست. موضوع اصلی اینه که فکر کننده هم از خود فکر جدا نیست. یعنی چی؟ یعنی فکر کننده همون فکره. پس تجربه ما محدوده. چرا که تجربه باید صورت بگیره تا از قبل اون دانشی به وجود بیاد. مثلا کمیست‌ها یا شیمیدان‌ها اونقدر مواد مختلف رو با هم ترکیب میکنن، اونقدر تجربه میکنن تا بفهمن مثلا از ترکیب دو تا ماده چیز خاصی به وجود نمیاد و یا برعکس از ترکیب این دوتا ماده یک ماده خاصی با این خصوصیات به وجود میاد. دانشی که ما امروزه داریم تو همه زمینه‌های علمی از تجربه‌های فردی انسان‌های زیادیه که در طی سالیان دور به دست اومده. هنوز هم هر روز تجربیاتی داره انجام میشه که ما بتونیم دانشمون رو بهتر و بیشتر بکنیم. وقتی تجربه محدوده، فکر و اندیشه هم محدوده و هر چیزی که محدودیت درش هست بدون شک کانفلیکت یا همون جنگ و ستیزه رو به وجود میاره. فکر و زمان هم همینطوره.
فکر و زمان نمیتونن جدای از هم باشن. اونها ریشه های ترس های روانی ما هستن. این حقیقت رو به خوبی میتونید توی خودتون هم ببینید. هر جا که ترسی در شما وجود داره، این ترس به فکر و به زمان مربوط میشه. و هر جا که تونستین از فکر و زمان بیرون بیاین، ناخودآگاه توی لحظه حال فرود میاین. جایی که تمام ترس ها تموم میشن، فقط سکوت و عشق باقی میمونه. یعنی چیزی که هست و حقیقت مطلقه. و شما متوجه میشین که در ورای این جسم کوچیک چه عظمتی در درونتون نهفته است و آروم آروم به وحدت کل هستی میرسین که در واقع همه چیز هست، در صورتی که هیچ چیز جدی و خاصی وجود نداره. بازم میگم این طبیعت ذاتی یک چیز نیست، یک مفهوم نیست، یک شکل نیست و بهترین کلمه که میشه این وجود رو توصیف کرد عدم یا نیستیه. عدم نیستی که وقتی شناخته میشه هست مطلق میشه، میشه وحدت کل. بیایید با هم یه تمرین رو همین الان انجام بدیم. همین الان چشاتون رو ببندید و بیایید تو زمان حال. از اسمتون، از خانوادتون، از مسائل مالی و کاری، اجتماعی، بیماری، از هر کسی که ازش ناراحت هستین، همه چی رو بذارید کنار. کلن از ذهن و افکارتون بیایید بیرون. وقتی از ذهن میایین بیرون، میایین تو زمان حال. غیر از این محاله که باشه. یک نفس عمیق بکشین و با دم هرچی انرژی مثبت و خوبی رو از بیرون بگیریم و وارد دم بکنیم. و با هر بازدم خستگی و گرفتگی عضلانی رو به آرومی از وجودتون خارج بکنیم. دوباره همین دم و بازدم، گرفتن انرژی و آرامش از بیرون و خروج هرچی که آزارتون میده. با تکرار هر دم و بازدم به آرامش بیشتری میرسیم. الان از خودتون بپرسید که کی اینجا هست؟ آیا شما الان اسمتون هستین؟ یعنی اگر اسمتون یه چیز دیگه بود توی این وضعیتتون تغییر ایجاد میشد؟ آیا شغلتون هستین؟ اگه شغلتون فرق داشت چی؟ این وضعیت تغییر میکرد؟ آیا پدرین، مادرین، الان همسرین، کسی هستین؟ لطفاً بدونی که توی ذهن برین جواب سوالات منو بدین. الان فقط یک فضای بی نهایت آگاه و حضوره. یک شاهد، یک سکوت آرام. همینطور به نفس کشیدنتون ادامه بدید و تو همین حالت آرامش باقی بمونید. بعضی وقتا ممکنه تصاویر یا خاطرات یا به عبارتی همون ذهن بیاد و بره. مهم نیست. حواستون فقط به تنفستون باشه. اگه میگین من باید فکرم رو کنترل بکنم، ازتون میخوام که دقیق بشید و ببینید اون من کیه. این من بدن شما، اسم شما، جنسیت و ملیت شما نیست. این من فقط ذهن شماست. شما نه اسمتونی، نه شغلتونی، نه همسری، نه پدر یا مادر کسی هستین. وقتی فکر میکنین هیچ کدوم از اینا میشین، بی من میشین، هیچ میشین و در امپراتوری بیکران آرام خودتون در حال حکومت هستین. درسته؟ خبری از هیچ ترس، درد و یا رنجی نیست. به عظمت و بیکرانه این سکوت و این بیکران عشق بیشتر فرو برید. متوجه میشین که این عظمت و این عدم حقیقت کل ماست و این بدن یک قسمت ناچیزی که در اختیار این وجود، این جسم ماست که نقش و داستان رو خلق میکنه. الان به این نتیجه رسیدین که میگین من فکرم نیستم، داستان زندگیم نیستم، اسمم نیستم، نقشم نیستم، شغلم نیستم، من هیچی نیستم. حالا نکته مهمتر از همه اینه که شما حتی همین جمله‌ای که میگین من فکرم نیستم هم نیستین. چون همین جمله خودش یه فکره. تو این فضا نه کلمه‌ای، نه فکری، نه جمله‌ای، هیچی وجود نداره. فقط یک شاهده، یک وجوده، یک حضوره و
ابداً شخص نیست و میفهمین که این من شما کاملا توهمیه. درباره این حضور نمیشه حرف زد، چون نه شکل، نه فرم، نه رنگ، هیچی نیست و قابل مشاهده هم نیست. ولی هر چیزی رو، فکر و بدن و رنگ و شکل و خاطر و همه چی درش وجود داره. توضیح دادن این حضور با کلمه کار ساده ای نیست و هر کسی باید خودش به این فضا برسه تا متوجه بشه من چی میگم. این فضا نابود شدنی نیست. بر اساس عادت گذشته‌ای که داریم دوباره این افکار ممکنه بلند بشن و این من باز ایجاد میشه و باز شما رو تحت کنترل میگیره و شما دوباره به خودتون میگین که من دارم مدیتیشن میکنم و باید تو این فضا به حضور بمونم. فقط ازتون میخوام که ببینین این منی که هی سرک میکشه، هی بالا میاد رو بیشتر بشناسین. ببینین این من کیه، از کجا میاد، چه مشخصاتی داره. مولانا تو یکی از ابیاتش میگه پس درا در کارگاه، یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. این حضور، این عدم یا این جان، همون کارگاهی که داریم دربارش حرف میزنیم، این همون خود واقعیه که باید بهش برسیم تا خالق و مخلوق یا صنع و صانع رو ببینیم که یکی هم. این فضای عدمی که در وجود هر کدوم از ماست، ولی ما به اشتباه فکر میکنیم که جدای از همدیگه هستیم. ولی وقتی که تنهای جسم ها میمیرن، فقط این حضوره که از هر کدوممون باقی میمونه که یکیه. این عدم و نیستی معنی همون جمله لا اله الا الله که یعنی خدای جز خدای یگانه در این جهان نیست. یا در جای دیگه که خدا میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم، این یعنی چی؟ و یا من از روح خودم در انسان دمیدم. همینطور هم تو مسیحیت که خصوصیات خاص و مقدسی رو در شخصیت حضرت عیسی میبینن و بارها و بارها بهش اشاره شده که هم ذات خدایی و هم انسانی داره. در کتاب مقدس عیسی رو روحی از خدا مینامه که در فرم انسان تجسم پیدا کرده و تمامی ویژگی های خدا رو در وجودش داره. در چندین جای دیگه هم عیسی رو خدای یگانه مینامه و در مورد عیسی گفته میشه که او جسم گردید و در میان ما ساکن شد. وقتی که بایزید میگه که از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست، که مولانا هم توی یک بیت اینطوری این تجربه بایزید رو توضیح میده که آن که هستت می نماید هست پوست، وان که فانی می نماید اصل اوست. و نظیر این تجربیات که خیلی زیادن و دونستن اینها خیلی کمکمون می کنه که بهتر این فضای درون رو بشناسیم. غزلی رو هم که از مولانا برای این قسمت انتخاب کردم معنیش اینه که میگه من از دین خاصی پیروی نمی کنم، بلکه دین من اینه که در این فضای نیستی گم و فنا بشم و درون چیزهایی که به ظاهر وجود داره و هست پنداشته میشه نیست و بیشکل و بیفرم بشم. میخوام مست این نیستی بشم. این دین منه. میگه من چرا باید برم و دور جهان به دنبال اون عشق، اون یار و اون دوست حقیقی بگردم؟ لزومی به این کار نیست، چون که اون در میان جان شیرین منه، جدا از من نبود و نیست. و در بیت آخر باز هم اشاره به شمس میکنه و مقام و منزلت اون رو بالا میبره و اینطوری تعبیر و تشبیه میکنه که سین دندانهای شمس چراغ هدایتی هست، راه حقیقتی که برای من روشن کرده. چون مولانا به خاطر تحول و انقلاب درونی و رسیدن به بالاترین سطح و درجه انسانی که به وحدت رسید و با کل هستی یکی شد و مدیون آموزه های شمس میدونه. در آخر برنامه این که لازمه بهتون بگم که لطفاً هر قسمت این برنامه رو چند بار نگاه بکنید، چون خیلی خیلی بیشتر میتونه به درک مطلب بهتون کمک بکنه و این تمرین سیر درونی رو میتونید هر ساعتی از روز انجام بدین و زمان بیشتری رو در این حضور آگاهی بمونین. میتونید به جای عصبانی شدن پشت چراغ قرمز، دم آسانسور یا تو مطب دکتر، هر جا که باید زمانی رو بگذرونید و منتظر بمونید، تنفس آگاهانه رو انجام بدید و بیشتر توی این فضای بی ذهنی بمونید
تا به یک بار کل مطلق و وحدت هستی رو مشاهده بکنید. اینو براتون یه تمرین میشه. عزیزان، شادی، سلامتی و لحظه های خوشی رو برای همتون آرزو دارم و شما رو تا دیدار بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.